به نام خدا با عرض سلام خدمت شما بینندگان محترم به اولین قسمت از برنامه فقط پنج دقیقه خوش آمدید در این قسمت می خواهیم راجع به مهارت های زندگی یا لایف سکیلز با هم دیگه صحبت کنیم مهارت های زندگی مجموعه از مهارت ها هست که برای هر انسانی در هر کجای کره زمین که زندگی بکنه لازم و ضروری هست اگر ما چنین مهارت های آشنایی داشته باشیم و بتونیم در زندگی روزمره از این مهارت ها استفاده کنیم می در برابر مسائل، مشکلات و گرفتاری های زندگی به شکل درست و مؤثرتر مقابله کنیم و بتونیم با شرایط سازگار بشیم. در چنین حالت مسائل و مشکلات زندگی به ما آسیب نمی رسانه و ما با حفظ صحت جسمی، روانی و اجتماعی خود می در مسیر زندگی به پیش بریم و انسان موفق و سالمی باشیم. اجازه بدین در ابتدا راجع به تاریخچه مهارت های زندگی اطلاعاتی خدمت شما تقدیم کنم. در سال 1979 یکی از دانشمندان غربی به نام دکتر گیلبرت بوتوین تصمیم گرفت با تحقیقاتی که انجام میده به توان راهکارهایی پیدا کنه تا نوجوانان و جوانان دچار تخلفات، جرائم و بزهکاری نشن و به سمت جنگ و دعوا، قاچاق مواد مخدر، اعتیاد، مصرف الکل و بسیاری از مشکلات دیگه پیش نرن. بعد از تحقیقاتی که انجام داد متوجه شد که اگر بعضی مهارت های خاص به شکل درست به نوجوانان و جوانان آموزش داده بشه اونها میتونن زندگی خود به درستی پیش ببرن و در زمانی که با چنین وقایع و حوادثی روبرو میشن رفتار مناسب و درست داشته باشن این تحقیقات به جای رسید که در سال 1993 سازمان صحی جهان و یونیسف به این نتیجه رسیدن که میتونن این تحقیقات به عنوان پکیج مهارت های زندگی به تمام کشورهای جهان معرفی کنند و از اونها بخواهند تا در مقاطع مختلف مثل مکتب، دانشگاه و یا سایر عرصه های اجتماعی چنین مهارت های به جوانان و نوجوانان و به تمام عموم مردم جامعه آموزش بدن تا به این طریق بتوانند از بسیاری از مشکلات اجتماعی جلوگیری کنند. مجموعه مهارت های زندگی شامل ده مهارت هست که خدمت شما نام میبرم مهارت خودآگاهی مهارت همدلی مهارت مدیریت استرس مهارت مدیریت خشم مهارت ارتباط مؤثر مهارت ارتباط بین فردی مهارت تفکر خلاق مهارت تفکر انتقادی مهارت حل مسئله و مهارت تصمیم گیری این ده مهارت دو و دو با هم دیگه ارتباط دارن به طور مثال مهارت خودآگاهی با مهارت همدلی ارتباط بسیار نزدیک داره و یا مهارت مدیریت استرس با مهارت مدیریت خشم ارتباط بسیار نزدیک داره در واقع پنج زوج از مهارت ها داریم که ده عنوان میشه و مجموعه مهارت های زندگی تشکیل میده اگر هر کدوم از ما بتوانیم این مهارت ها به درستی بیاموزیم و به شکل عملی در زندگی خود استفاده کنیم باعث میشه که ما در شرایط خاص و بحرانی زندگی تحت تاثیر مشکلات نریم بتونیم آرامش خود حفظ کنیم به شکل درست و منطقی و عاقلانه مسائل تجزیه و تحلیل و بررسی کنیم و راهکار درست برای حل مشکلات پیدا کنیم و تصمیمگیری های ما تصمیم گیری های احساساتی نباشه بلکه تصمیمگیری های منطقی داشته باشیم و در مجموع میتونیم ارتباطات خیلی خوب و صمیمی با افراد جامعه برقرار کنیم و خود ما هم به عنوان یک انسان از آرامش و راحتی برخوردار باشیم و در زندگی خود به عنوان انسان موفق بتونیم به پیش بریم بنابراین مهارت های زندگی مهارت هست که برای تمام انسان ها لازم و ضروری هست و در بسیاری از کشورها در مکاتب دانشگاه ها و رسانه ها این مهارت ها آموزش داده میشه امیدوار هستیم در کشور ما هم این مهارت ها در سطح وسیع تر در مکاتب و دانشگاه ها برای جوانان و نوجوانان ما آموزش داده باشه تا بتونن در آینده زندگی سالم داشته باشند دوستان گرامی قرار هست در هفته ای که پیش رو داریم بعضی از مهارت های زندگی خدمت شما تقدیم کنیم بنابراین امیدوار هستم هر شب در همین زمان بیننده برنامه فقط پنج دقیقه باشید تا هر شب یکی از این مهارت های بسیار ارزشمندر آشنا بشین و ان بتونیم به نفع خود خود در زندگی خود مورد استفاده قرار بدیم با امید اینکه همه ما شما در زندگی خود موفق باشیم و زندگی سالم و پرثمر تجربه کنیم تا برنامه بعدی شما رو به خداوند بزرگ بسپارم شب شما به خیر خدا نگهدار